بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلاة و سلام علی رسول الله محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، بیننده های نهایت عزیز تلویزیون ایمان و برنامه انعکاس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم صحت و سلامت باشین و در هفته که گذشت هفته خوشی برای شما بوده باشه، با وجود که اکثر ما شما از خبرهای وطن به شکل متاثر هستیم، اما بازم انشاءالله تعالی که خداوند مهربان است که هفته های خوب پیشی داشته باشیم. با این امید برنامه امروز پیشکش شما میکنیم و خداوند شکرگزار هستیم که باز فرصتی میسر شد که با هم باشیم و چند کلمه را رد و بدل کنیم. امیدوار هستم که دو چیزایی یافت شود که باعث رضایت خاطر شما شود. به می ترتیب پیش میریم انشاءالله. صحبتی که امروز سرش انتخاب کردیم صحبت کنیم، موضوعی است که عاقبت همه کارها از آن خداست و ایره ما چطور به اوضای فعلی چرا سرش صحبت میکنیم و هدف چی است. انشاءالله که در جریان از این صحبت گفتنی های خواهد بود که به این ارتباط میشه که آدم ایره به حساب رب بده. اولین چیزی که در فکر و ذهن ما میگرده که گیسر از این هفته ها صحبت میکنیم، به یک شکل به یک ترتیب بازم وطن ما و مردم ما در فکر و در ذهن ما هست و اوضاع را کل ما و شما تعقیب میکنیم به هر شکلی که هست و این اوضاع اوضاعی نیست که آدم در خود به حساب اظهار خوشی کنه. درش جگرخونیست، خبرهای خوب و بد است و زیادترش خبرهایی است که جگر خون کننده است. از این خاطر ما هیچ وقت نمیتونیم این کار کنیم که شرایط فعلی سر کل ما شما تاثیر کرده و تاثیر میکنه. به این هدف اولین چیزی که در فکر ما شما میگرده که اوضاع فعلی وطن به کجا میکشه. امروز قرار که ما شما میبینیم، امروز قرار معلوم عسکر امریکا یا قشون امریکا یا گفتگان اشغالگرا که میگیم امروز از افغانستان خارج شده. آیا خارج شدن از یا برای ما و شما جای خوشی است یا جای غصه و غم است؟ چی رقم یک توجیه کرده میتونیم با موجودیت امارت طالبا که در افغانستان امروز امارتشان بر جای است و قدرت در دستشان است، یعنی تمام کنترل و تمام چیز به دستشان است و هنوز آینده ایره که ما شما پیش بینی میکنیم و کلگ انتظار شداره تا بال از او اثر نمیبینیم. از حکومت فراگیر و از حکومت که اعلان حکومتشان که چی رو میخواین چی رو بیارن، خویی خلاصه تشویش های رو خلق کده که آدم به حساب از او به تفاوت مانده نمیتونه و در پولیزی کلگی نارام است و قصه هر تلفونی که رد و بدل میشه زیادتر قصه سره وطن است که باید اون باشه، سر مردم است، سر آوارگی و مهاجرت مردم است. در اینجا جای شک نیست که توطئه ها و خیانت ها و جفاهای در قسمت مردم و وطن ما صورت گرفته که هیچ کس این کار کرده نمیتونه و به اشکال مختلف سر از این صحبت ها شده و همگی با کافی و حساب در جریان داخل شده. اما این که ما ببینیم که بودن امریکا در شرایطی که بود بر ما شما به نفع ما بود، به نقص ما بود یا با متحدینش، این اگر زیابی کنیم نقاط مثبت هم تبندش میافهیم که بودن امریکا و حساب متحدینش تغییراتی که ما 20 سال پیش در افغانستان با از بین رفتن حکومت طالبا داشتیم تا بال مقایسه کنیم، واقعا یعنی چیزهای آدم میبینه، آثار پیشرفت و ترقی و همه چیزا میبینم در پولیش چیزهای رو ما از دست دادیم در جریان از این بود که تفرق اندازی و تعصب و قوم گرایی و زبان گرایی با مراتب زیادتر شد، استفاده جویی، فساد، فحشا، عدم توجه به حقوق مردم، بیکاری، گرسنگی، این کلش عوامل بود که این دولت اخیر اگر ما شما مقایسه کنیم با پولی چیزهای رو که پول حکومت‌های جهانی یا بانک‌های جهانی بر ما شما یعنی لحظه به لحظه پول مفراخت و وطن و حساب ما شما یعنی اقتصادش پای اقتصادش با ما مربوط بود، اما در پولیشی نواقص هم موجود بود که این پول هایی که می آمد دست به دست می شد و تا که عقب تکه می رسید
و مردم افغانستان قطری هم نمیمان که در حلق مردم مظلوم بیچاره و بیکار و یعنی برزوا برسه. و این واقعیت هایی کل ما شما قصه ها داریم. اینا را با رفتن امریکایی ها یا یک بانی کلان از بین برداشته شد کی بانی بود که وقتی که مملکتی که اشغال میشه این جنجال ها را داره، وقتی که مملکتی که اشغال گردش بیایه و استعمارگر بیایه این جنجال ها را داره، که طبعا ما شما سرش تبصره کردیم، نظر ما نظر است و این تاثیرات خود داشت و این را متوجه شدیم که سر از این صحبت شد که هیچ مملکت به حساب یا هیچ بگیم در دنیا امروز در قدرت نیست که جایی نره که مفادش نباشه. امروز هر کس بر مفاد خود کار میکنه، با مفاد حکومت خود کار میکنه، با مفاد چوکی و دولتی که در او شامل است کار میکنه. بسیار کم دولت های خود باشن یا کسایی که سران و حکمرانان باشن که به نفع مردم خود باشن و بر مردم خود خدمت کنن، بسیار کم سراغ میشه و این استثناءات موجود است. برای که در هر جایی که ما شما میبینیم ای خورد و برد و ای توافقا و ای تعاملات پشت پرده وجود داره و نال پس به این نتیجه میرسیم که امریکا با تمام مشکلاتی که خلق کرد در نه تنها در افغانستان، در خود منطقه خلق کرد و امروز افغانستان رو به صورت یک مملکت ناثابت و نارام ترک کرد. وقتی که آمد ما میرقم بود، وقتی که رفت امروز شکل شیست که حداقل بعد از 20 سال تحولات را ما میبینیم، تغییرات را میبینیم، اما هنوز هم کلگی تشویش داره که چی میشه و به کدام طرف میره حالات اعضای وطن و تبلیغات هم تبنده این موجود است، اشتباهات هم است و این رقمی که ما شما در کنفرانس های مطبوعاتی میبینیم از طرف طالبا یا کسایی که هوادارش هستند، میبینیم که تناقض موجود است در کارشان، چیزایی که میگن زده زنبهش ای که آگاستن نیستن. خلاصه در مجموع یک حاکمیت مرکزی یا یک دولت مرکزی که موجود نباشه به می شکل آدم انتظار میکشه. پس در اینجا ما میتونیم بگیم که رفتن امریکا به یک دلیل بر ما یک چیز آورد که ما حقیقت خود پیدا کنیم که بدون امریکا و امثالش ما میتونیم با هم زندگی کنیم یا نه. امروز ملت و مردم ما شما و کل ما شما دمت یک حالت قرار داریم. در این شک نیست که پاکستان در اینجا دست بالا داره، ایران دست بالا داره، روسیه، چین یا رول دیگر بازی میکنن. حالا به جای امریکا و حساب دستای دیگه است که افغانستان در او دستا بازی میکنه. اما خداوند، ما به خداوند پناه میبریم که امیدوار هستیم که در بین از این کسایی که در این حکومت و در این هست کسای پیدا و مخلص پیدا شوند که یا نتانند که امور ما را به حساب دست بسته و دست خارجی ها بودند و مثل آلات قبلی تکرار شود و ما آله دست همسایه های خود که با نیت خراب دارند به حساب چی میشه. این یک طرف مسئله است. مسئله دیگه ایش است که آیا جواب خواسته های مردم همین طالبا هستند این شب روز یا نه؟ آیا با یک شکایت و با یک فسق و فساد و فقر و بیچارگیره که ما در حکومت قبلی دیدیم و هر روز مردم دو میزدن، هیر دو میزدن، هوره ناسزا میگفتن، آیا ما با آمدن طالب امی خواسته های مردم در اعمال از یا نیفته هست، با عقایدشان نیفته است؟ یعنی سوال بسیار بزرگ است که ما هیچ وقت نمیتونیم کسی پیش از پیشی رو جواب بده. برادر خواهر عزیز، شما کلتان اوضاع را درست تعقیب میکنین که این جواب کس نداره. خب پیشبینی ها کرده میتونیم، بعضی کسا که خود گروه اخبار میگن یا کسایی که تخصص دارن میتونن بعضی چیزها رو پیشبینی کنن و اکثر وقتا این پیشبینی ها درست و مصحاب میبره، اما این کدام در مجموع حکم کنه که چی میشه؟ تبلیغات دشمن است، مسائل تفرقه و مسائل جنگ ستیزی هنوز هم جریان داره. حال ما و شما کسایی که خارج از افغانستان قرار داریم چی رو با مردم ما میخواییم؟ امروز یکانه چیزی که زیاد مردم درد دادمی وقایی که هفته پیشتر ما شما دیدیم که در دو حالت 200 چند نفر که کشته شد با واقع انتحاری که صورت گرفت و مجموعا 100 چند نفرش بیشتر افغانای ما شما بود که زخمی و حیات خود از استاد، واقعا قابل تأثیر از قلب آدم رو پاره میکنه. و دیروز ما دیدیم که با طیاره بدون سرنشین یک فامیل به حساب فامیل یا ده نفر از اعضای یک فامیل
جمع یکی دو نفر از اطرافش جانای عزیز خود از دست دادن که کلان یک خبر تأثیرناک است، خبر است که آدم بسیار متأثر می سازد. اما امیدوار هستم که با رفتن از این امریکایا این بانه ها و بانگیری ها کم شود و مردم یک چانس پیدا کنند که دوباره سر حوزه‌های فعلی خود کار کنند و دولت طالبان فعلا دولت موقتی بگویم یا حکومت طالبان یا امارت میگیم، هر چی که میگیم، که هنوز این تعیین نشده که هر طرف بیرقای امارت بلند میشه و نام از امارت است و نام از تقرر و به حساب تنزل است. این چیزا هنوز در صورت میشه که یک حکومت هم شمول قراری که میگن این تشکیل شد و ببینیم که چی رقم حکومت خواهد باشه و بعد از ما میتونیم بگویم که در چی رقم تقسیمات میشه و چیز مهم دیگه که هست که آیا کار به حل کار داده میشه یا نمیشه. سوال است، قصه افغانستان است. در پلیزی کل چیزهایی که گفتیم یک چیز فراموش ما میشه که عاقبت همه کارها از آن خداوند است و ما کل چیزها رو میگیم، بسته میکنیم، قصه میکنیم، به حساب قضاوت میکنیم، پیشبینی میکنیم، بدبینی میکنیم، خوب میگیم، بد میگیم، اما داخل یک نقطه را فراموش میکنیم که ما در کجای پلان خداوند قرار داریم. و واقعیت است این آیه قرآن که ما شما میشنویم برای ما واضح میگه که باشین قرآن شبانه برتان و من کفر فلا یحزنك کفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور هركس قدرا در حالي كنيكو كار باشد تسلیم خدا کند، قطعاً در ریسمان استوارتری چنگ در زده و فرجام کارها به سوی خداست. این واقعیت است که خداوند واقعاً انجام تمام کارها به سوی خداوند است و ما شما مزی حقیقت انکار کرده نمیدانیم که در پشت از این صحبت‌های دگام است که خداوند در قسمت ما اراده چی رقم است. اما متاسفانه ما شما در این باره کمتر صحبت میکنیم و کمتر به حساب واضح هستیم که خداوند در صحبت های خود بیاریم. وقتی میاریم که میبینیم که به حساب حال ناچار هستیم، باز میگیم که ببینیم خداوند چی میکنه. اما خداوند از صحبت های خود ما خارج میکنیم و اکثرش به دامن امریکا و به دامن ازو که ما را تنها گذاشتین. امروز اگه مظاهرهای ما از کلش درست است که احساسات خود ما بیان میکنیم و تن خود دوست داریم، در این کار اشتباه و غلط نیست، اما ما یک چیزی را که به حساب همیشه وظیفه ماست که این را به کدگی خودی را چی کنیم، یادآوری کنیم و آگاهی بتیم ایست که خداوند هم در امور کارهای ما شما مستقیما دخالت داره و خداوند با حرکت ما شما، با حرکت ما میبینه، با اخلاص ما شما میبینه، با نیتهای ما شما میبینه ما شما چی میخواییم. اگر ما فکر میکنیم که امریکا، یعنی آمدن امریکا یا اروپا یا هر جای دیگه نجات از این شرایط، نجات اصلی ما شماست، این ما شما کور خوندیم. خداوند اگر نخواهد در این جای آدم آرام نمی باشد. و امروز ما شما سعی کنید، من خودم شخصا 43 سال است که از افغانستان دور هستم، کم یا زیاد 42 سال، اما هنوز هم فکر روشم به وطن است و به هر فرصتی که مساعد شد می خواهیم باز دوباره به وطن خود برم. و یک چیز بسیار جالب دیگر که امروز یکی از برادرای ما این صحبت شنید، بسیار عالمانه و درست دقیق صحبت کردی بود که در قسمت مهاجرین بسیار شکایت ها بود کسایی که مهاجرت کردن، که من ایرام هفته پیشتر گفتم فرار مغزها درست است که یک تعداد مردم کاری ما شما به حساب فراری شدن به این وسیله بر آمدن. اما از طرف دیگه این برادر ما بسیار مقبول صحبت میکرد، میگفت که فکر نکنیم که تمام مغزهای افغانستان همی 80 یا 60 هزار نفره که بر آمدن یا بوده، اول خود نسبت زیاد طفلا بودن که آینده ما شما میتونه باشه و نسبت زیاد خانمایی بودن که یا سنشان بالا بودن یا در خانه کار نمیکنن. در این مجموعه ما شما شاید 20% یا 15% از ایره داشته باشیم، اما در مجموع این را میگه شما با فال نیک بگیرین، ما شما مهاجرینه که برآمدیم بالات و اوضاع مختلف، چه قیمه شما با فامیلای خود امروز مستر کمک هستیم.
چقدر مؤسساتی است که امروز به افغانستان متن و بر افغانستان کمک میکنه، چقدر نفرهای است که با فامیلای خود ما شما پول روان میکنیم کم یا زیاد بعد توانایی خود، چقدر نفرهای ما شماست که اولادای ما شما امروز درسای خود خواندن، امروز خیر از نام به حساب به وطنشان میرسه، چقدر نفرهای است که از اینجا رفتن سرمایه گذاری کردن یاد گرفتن در اونجا اصلاح را بردن، چقدر نفرهای است که آداب و به حساب ثقافت و چیزای خوبی از این ممالک با خود یاد گرفتن، با فکر باز سینه باز رفتن در وطن مصدر خدمت شدن تا ای که باعث مثلا فریب اگر شده باشن، کسی فریب داده باشه یا حقشان ظلم شده باشه. اما ببینین این مفاد مهاجرت است. بسیاری کسا مهاجرت اگر به صورت منفی میبینه، مسئله مفادش ایست که یک گروه مردمی که دست دهن بودن، کار نداشتن، بار نداشتن، با این وسیله نجات یافتن. و ده ای که کی با کی مصروف بود و چی مصروف بود سر از صحبت نمی کنیم، اینه نمی خواهیم خاص با می یک گروپی که مثلا خدمت امریکا را کرد یا انگلیس را کرد با او مختص نمی سازیم، برزی قضاوت ما سر کس کرده نمی تانیم که نیت کس چی است. اما در مجموع یعنی مهاجرت فعلی هموطنهای ما شما در هر جایی که برن، این برشان حداقل بر فامیلایشان که در افغانستان مانده یک مصدر خدمت و کمک خواد شدن و اینا اولادایشان حداقل سابق ما شما بورس می گرفتیم با شوق مثلا برای ما بورس داده می شد، دویدن می شد، واسطه می شد که بریم خارج. امروز اگه این شرایط مفت و رایگان برای مردم حاصل شده و حتی اگه طالبان نمی بودن هم در زمان غنی ها همی کار می شد، باور کنن ایرپورت همی صدا می شد، این همی حالت می آمد و مردم ما شما هیچ کسی نیست که بگه من سفر مفت نمی کنم. این شما باور کنین بسیاری کسایی که در طیاره شده بودن، دفعه اولشان بود طیاره شده بودن، طیاره تجربه میکردن ولی زیک شرایط مساعد نبوده. و از این خاطر مشنیدم کسایی که شیریخ پخته میکردن یا حتی جولی بودن، شاگردای یک هتل بودن، با کمال افتخار در کار، هیچ شرم و چی نیست، اما اونا موفق شدن که خود برسانن. حتی تاکسیوانا در این گروپ ها شامل است، با تمام افتخار ما گفتیم ما هیچ کس کم نمیبینم، کارگر تخم و چشم ماست، هیچ وقت ما خدا نخواسته از کار کس. اما گپ سر ازی بود کسایی که نه چانس آمدن داشتن یا نه کدام اسپانسر داشتن نه کدام مسیح خارجی کار، که اونا هم داخل از این گروپ هستن. پس ما از اینجا نقاط مثبتش هم میورداریم که مهاجرت یعنی به فال نیک میگیریم کسایی که بر آمدن امروز، مفادش ایست که اول خودشان در محیط بهترتر خواد بین، برشان کار و بار، اجر وطن و غم وطن و دوری وطن هیچ وقت از قلب هیچ کس فراموش نمیشه، به استثناء از اینکه قلب آدم مرده باشه. ما شما بعد از 40 چند سال هنوز وطن میگیم، وطن میگیم. ما میخواستم روز سر یک چیز دیگه صحبت کنم، باز اومد طرف که رفتم وطن پیش چشم اومد، گفتم چند کلمه بگیم. پس در یک قسمت هم خاطر ما جمع شد که کسایی که خارج شدن و کسایی که خارج هم نشدن، اگر همی توافقات و تعاملات پشت پرده یا پیش پرده باشد، اونا هم به شکل میبراین. اما ما توجه خود به طرف کسایی که مانده بکنیم، کسایی که مانده آیا اینا چانس زندگی را دارن، چانس از ایره دارن که آزاد باشن، چانس از ایره دارن که بتانن آزادانه با تسهیلات خود ادامه بتن، شرایط کار برشان بهتر باشه، واسطه و وسیله که ما شما میدیدیم که کار بدون واسطه پیش نمیره، بدون رشوت پیش نمیرفت، آیا اینه میابگه امتحان خداوندی است و خداوند در این قسمت اما امور ما شما را آگاست، از قلبای ما شما آگاست. اگر دیده ما از او دید ببینیم، هیچ وقت گفته نمیتونیم که خداوند از ما شما غافل است، یک لحظه غافل نیست. و کسایی که جمله واگذارش کردنه که میگه من کار خود با خدا واگذار کردم، به این معناست که حرکت خود کرده، توکل خود با خدا، توکل خود با خداوند کرده و امور خود با خداوند سپرده، این موضوع بسیار مهم است. امروز ما امور مملکت خدا تبندش فکر و اندیشه میکنیم، تبند میخواهیم که یک حالت خوب بیاید، اتحاد برادری. حداقل امروز یک چیز ما شما به فال نیک بگیریم برادر خواهر عزیز. غیر از واقعی که چند روز پیش چی شد که آدم نمیفهمه که واقعا چرا صورت گرفت، شاید یک مانوری بوده باشه برای حرکات بعدی. چون حال ما شما هر حرکتی که میشه، هر تغییری که میاد، شما انتظار دارین که بعد از او چی گپ میشه. مثل که ما شما دیدیم
وقتی که طالبا به حساب یکی دو ولایت گرفتن، یکی چند ولسوالی رو گرفتن، هیچ کس فکر میکرد چیز گپ نمیشه. خب هنوز ولایات برجاست. وقتی که مزار رفت، وقتی که هرات رفت، قندار رفت، یک دفعه مردم در ایالت متوجه شدن که یک چیز دیگه، یک کاسه دیگه زیر نیم کاسه است. و امو بود که کابل رفت و دیگه و دیگه. امروز شما میفهمین که افغانستان بدون از اینکه خصوصا در ولایت بدون از اینکه یک مرمی دو مرمی خصوصا در کابل فایر شود، کابل به حساب انتقال قدرت در صورت گرفت، در حالی که با ما و شما گفته بودن که پلانی رقم نمی باشه. پس در اینجا آدم با خداوند تکیه میکنه و علم پیش خداوند است. ما نمیفهمیم خداوند چی پلان داره. تا جایی که ما و شما پلان کار ما و شما درست باشه و ما این را یک چیز غافل نشیم که هیچ وقت بغیر اعتبار نکنیم. بغیر غیر خدا نمیشه که آدم اعتبار اعتماد کنه. امروز همون نزدیکترین دوست ما و شما هم کسی که باشه آدم سرش دوباره فکر کنه که آیا می دوست تا آخر همراه ما همراه می باشه یا نه. و این سوالی بود که راستی و ما متاسفانه بعض وقتا غافل میشیم، چشم بصیرت ما به یک شکل کور میشه یا مکدر میشه، حقایق دیده نمیتونیم و این خاصیت انسان بودن ما شماست. از این خاطر ما هیچ وقت تکمیل نیستیم و خداوند میگه شما ناقص هستین. با وجود که ما شما را خلق کردیم، خلیفه ما بر روی زمین می باشین، اشرف مخلوقات هستین، اما هنوز هم شتاب میکنین، عجله میکنین و شما تکمیل نیستین. از این خاطر خداوند همه چیز بهتر میفهمی که ما و شما. وقتی که با ملائک میگه خداوند که سبحانك لا علم لنا، وقتی که ملائک با خداوند میگه در قرآن میگه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، واقعا میگه خداوند تو پاک هستی و ما علم نداریم. و واقعا اگر تو به حساب برای ما علم را، یعنی امو علمی که از لازم است به ما نتی، ما از این چیز آگاه شده نمیتونیم. ما خودت حلیم هم هستی و حکیم هم هستی، یعنی حکمت در کارهای تا مست و علم هم داری. اگر آدم به این عقیده زندگی کنه و مسائل ببینه، باور کنین کار آدم به مراتب آسانتر میشه از اینکه شب و روز ما شما غصه میکنیم. امروز هیچ عمل بدون عکس‌العمل نیست. عمل صورت میگیره و در مقابلش عکس‌العمل وجود داره. امروز اعمال صورت گرفت در مملکت ما شما که چیزش دیدیم، چیزش شنیدیم، اما نتیجهش دیدیم و عکس‌العملش هم دیدیم. و امروز بعضی کسا میگفتن شاید که اعمال ما شما باعث از دست دادن همین شرایطی که آمده امروز و همین تغییر حالت باشه. ما نمیفهمیم چی با خیر ماست، چی با شر ماست. از خود یک کمک وقت میگیره. در این شکل نیست که ما و شما از طالبا دل خوش نداریم. حتی در جریان همین چند ماه و چند سال که تیر شد، ما و شما کشتارشان، بیرحمیشان و این انفجار و انتحارشان هیچ وقت فراموش ما شما نمیشه. روششان با خانما و مسائل دیگه که شده هیچ وقت فراموش ما نمیشه. اما امروز وقتی که واقعیت همی رقم پرده بخت مردم همی رقم ورق زده شده، ما شما چاره جز این نداریم که ما با خدا رجوع کنیم و چیزایی که لازم است بکنیم. یکی چیزایی که هست اینمیست که ما همی صحبت کده بریم که آزادی ها سلب نشد، صحبت بر کنیم که آرامی به جنگ نشد. هر کس که امروز طرفدار جنگ است، چی به نام مقاومت است، چی به نام فداکاری و تندوستی است، به این شب و روز فکر نکنم که مردم افغانستان در این حالت توانایی تحمل جنگ دیگه داشته باشه. برادر خواهر، خونریزی امروز حداقل در این شرایطی که طالبا هستن، خونریزی به مراتب کمتر است. اگر ما اسم شما نمیبینیم، غیر از واقع به روز 100 یا 200 نفر ما شما خبر داشتیم، خبرایش میشنیدیم کشته شده از دو جانب. اما امروز میبینیم که حداقل خونریزی و کشتار نیست. در بعض جای هم که هستن هنوز آرامی کامل موجود نیست. پس ما شما عاقبت کار خود با خداوند بسپاریم. عاقبت امور در دست خداوند است و تشویش استراب از اندازه زیاد نکنیم که نه تنها خود به حساب مریض و آشفته و ناراحت میسازیم با مرضای مختلف، او و خدمت ما شما با مفامیل و مردمی و که از ما توقع داره به اونا مستر خدمت نمیشه. از این خاطر روش خداوند با روش های ما انسان ها تفاوت داره. ما این درک کنه نمیتونیم ای که چی گپ شد، زبان کی لال شد، تلفن کی چی گفت، کدام عسکر چی شنید، کدام سلا با حساب فعالیت نکرد، کدام طیاره بم ننداخت. این شما براتون ثابت شده و که در آخر صحنه هایی که ما دیدیم، همین بمباردهایی که میگفتن اکثر کسایی که درست دقت کردن، این بمباردهای آلای فعلی نبوده. یعنی در این روزهای اخیر یا ماه اخیر بمباردمان نشده. یعنی این چیزایی بوده که
ویدیو های قدیم نشان می دادن و این یک سوال یک مسئله دیگه است. پس به این معنا که در قسمت اردوی که امروز ما شما یک اردوی که دقل بگیم 200,000 نمیگیم 300,000 داشتیم سر از یا کار شد، امروز اردو بیخی به کلی منحل شده و رفته و میگن که دوباره پس بینم و تا دروازه ها باز نشه تا از این مردم دوباره دعوت نشه اینا نمیفهمن که چی رقم بیاین و حال جایدار ندارن. پس ما شما کلانترین توطیه و فتنه عصر دیدیم که چی رقم قدرت انتقال پیدا کرد. ای که طالبان در جریان از این چه رول داشتن، در این جریان بودن یا نبودن، این مسائل تبصره است که ما نمیخوایم در این صحبت بیارمش، اما قرائن صحبت ها و مسائل موجود است که میگن بعد از دوحه همی قرارداد های سه روزه که در پشت دروازه ها شد، در همی سه روزه همی تصمیم ها گرفته شده بوده و تلفن ها و قماندان ها و با قول اردو ها و یا از همینجا رد و بدل شده و هدایات لازم داده شده. پس ما شما در این رسیدیم که واقعا نتیجه کار ما ایست وقتی که ما امور خود با خداوند واگذار میکنیم و مو یگانه وقت پیروزی ما وقت است که ما کار خود درست کرده باشیم، با مو حساب حدیث معتبره که شطور خود بسته باشیم و توکل خود با خدا کرده باشیم. شطور بسته کردن ما شما تنها فرار از مملکت نیست، امروزی فرارا اگه به شکل درستش می باشد تا اندازه معقول می، اگه باز هم مردم ما به طرف پاکستان ایران باز به اون شکل فرار کنن و مهاجر شوند، این بدبختی را میاره و این مشکلات را میاره. خدا کنه که شرایط با کلی با زودترین فرصت تغییر کنه و ما در این قسمت غلط ثابت شد صحبت ما و زود خود اعتماد خود با خدا است. از خداوند هیچ وقت ما از دست نتیم خواهر برادر عزیز، و این یک تشویشی که بر ما شما خلق شده، همه چیزا تیر میشه و یام تیر میشه و در ماجرات ها قرار گفتیم هم مفاد است هم نقص است و کسایی که مانده به خیرشان است، کسایی که برامده اونام به خیر باشن. ما باید اطور نکنیم که این مردمی که برامدن یا را تانه بتیم یا را به حساب بد زبانی کنیم، بد روی کدشان کنیم، برزی که در مجموع هرچی نباشه اینام ملک و کاشانه خود ایلاک کردن و بسیاری را میگن حتی خانه خود حتی بی پول برای مردم ایلاک کردن، که این کلش از وارخطایی میشه، از ترس میشه، زیادتر از ترس میشه. ترس تنها از طالب نیست، تنها ترس از ایست که فقر و بیچارگی چطور میشه. این مسئله امی که آدم نفهمه که آینده چی میشه، این برای آدم خودش یک سوال برانگیز است. و در این نتیجه میرسیم که اگر ما میخواییم که واقعا قلبای خود آرام کنیم، با عزیزای خود مفید باشیم، کمی دوباره پس رجوع کنیم با قرآن خود، با دعاهای خود، با گفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم، که دوباره قلب ما شما تسکین بیافه. و این قسمت بسیار مهم است. امروز اکثر ما شما که تا نماز میخوانیم بازم چون شب و روز در پشت تلفن ها و تلویزیون ها نشستیم، اخبار وطن تعقیب میکنیم، خامخواه در فکر دماغ ما شما این خبر ها و این صحنه ها میآید، حتی نماز ما شما را به حساب مختل میکنه که یک چیز نرمال است. از این خاطر ما یک دعایی است که در قرآن، دعای قرآنی است در آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگارا پس از آن که ما را هدایت کردی دلهایمان را دستخوش انحراف مگردان، ما را سرگردان و پریشان نگردان، دلهای ما را یعنی به انحراف و انحراف در اینجا تو میشه که دل ما شما هست که با خداوند پیوند و اعتماد داشته باشه، با چیزای مادی و قدرتایی که به حساب کلشان قدرتایی است که خالقشان خداوند است، با او دلبستگی پیدا کنیم، کل امید ما اوترب بره. میگه دلهای ما را دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود رحمت بر ما ارزانی دار که تا خود بخشایشگری که خود بخشایشگر استی. و این خودش در ذات خود بر ما شما نشان میده که قرآن کریم برای ازی که ما عاقبت خیر درست پیش بینی کرده بتانیم و ایمان ما قوی باشه، از خداوند کمک میخواهیم، همین دعا را میکنیم، میگیم خداوند قلبای ما را به حساب چی کنی، یعنی پر امو دلهای ما را دستخوش انحراف نسازی. امروز دلهای کل ما شما به دو لحره داریم، استراب و تشویش داریم، خصوصا کسایی که در وطن هستن. و در اینجا اگر آدم واقعا خداوند
اما که ما شما میگیم اسمن الله و نعم الوکیل، واقعا بگیم خداوند برای ما کافیست، خداوند امو آرامش میده، خداوند رزاق است. امریکا امروز در رزاق نیست، امروز و رازق روزی دنده ما شماست. اگر چند روز روزی ما شما بند میشه، او در پشترش حکمتی است و هم امتحان پروردگار است، اما هم گذری میباشد. و به هر حالت ما شما باید امید خود از خداوند قطع نکنیم، که بسیار کلان ناامیدی کار شیطان است. و دعای دیگه است که ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، پروردگارا بر ما شکیبایی فروریز و ما را مسلمان بمیران. سبحان الله، این کلانترین گپ است. یعنی در اینجا در حالت که باشه ما شما دعا میکنیم که خداوند به ما صبر و شکیبایی را نصیب کو و ما صبر بده که در شرایط ما شما زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بارهای را تکرار کردیم. وقتی که در خود مکه معظمه که محلی بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اونجا تولد شده بودن، کل خیش و قومشان بر 2 سال یا 3 سال در اطراف مکه با کوها چی شده بودن؟ مهاجر شده بودن. اونا را چی کرده بودن؟ به حساب معاصره اقتصادی کرده بودن، معاصره اجتماعی کرده بودن. این حساب مهم است که ما این چیزا را در نظر داشته باشیم. تکنیکل پرابلم داریم، بخیلم کسی گفت مشکل تکنیکی داریم، بخیلم امید جان اگر چک کنی فیسبوک فریز کرده، بخیلم سکرین سیز اوکی. خو ما میفهم گپ چی هست، این مشکل ما حل کنیم. درست شد، بسیار وقف کنین، مشکلات تکنیکی پیدا میشه. رشته صحبت ما در کجا بود؟ سر حالات که سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حساب در جریانش تجربه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زندگی خود دیدن و او را ما شما اگه دقت کنیم که چیزهایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زندگی خود دیدن، در حیات خود دیدن، حتی مردم به حساب شاخهای درخت میخوردن و امکانات برشان نبود. پس وقتی که ما خود مسلمان میگیم، وقتی خود بنده الله میگیم، شاکرم باید باشیم. و این بود درست از مشکل است، تعامل شرکسی تعامل نداره، اما خود ترین کنیم، تمرین کنیم که ما خداوند و حساب در زندگی خود همیشه من نظر بگیریم. و ان الله مع الصابرین که میگیم، خداوند با صابران است، به این واقع عقیده داشته باشیم. و امروز ما شما کل ما در تشویش و به حساب حالت خراب بسر میبریم، خواهد فکست. بسیاری تشکر. و در جایی که ما شما میگیم اسم الله و نعم الوکیل، یعنی خداوند کافی است به ما و همیشه خداوند حامی ما شماست. پس اوضاع و احوال وطن واقعا برای ما شما ناخوش است و منتظر هستیم که چی میشه. اما به این که چنگ بزنیم به میر اسپان خدا که پیشتر سرش گفتیم که حبل متین آیه که پیشتر برای شما قرائت شد که در این آیه خداوند میگه امور کلش به ما مربوط است، یعنی عاقبت امور به ما است. اما ما شما غافل میشیم، وقتاً فوقتاً وارخطا میشیم، دست پاچه میشیم از اوضای وطن. ما شما به شکلهای مختلف، به اشکال مختلف دیدیم. امروز کسایی که عشق میریزن بر رفتن حکومت غنی یا رفتن امریکایا، فکر کنین که او عشقا به جای بوده. از او خاطر و آلات و اوضای ما قسم است که امروز باید بیدار باشیم، باید دالت باشیم. اینجا برادر ما از افغانستان که بزد باش که ببینیم که اگر در لین بیاریمش که چی میگن. خود درست اساس میگن، یعنی فیسبوک مرحله دومی کار ماست. افا میخواییم پس به اینجا میرسیم. حضرت ابراهیم علیه السلام و یعقوب علیه السلام کل از یاب حساب چی میکنن برای پسران خود؟ میگن خداوند شما این دین را نباید جز مسلمان بمیرید، یعنی شما
از خداوند بخواهیم که مسلمان از این دنیا بریم و شما و ما را از دنیا می که میگیم ربنا فق لنا صبر و تعافنا مسلمین، پروردگارا بر ما شکیبایی فروریز و ما را مسلمان بمیران. این دعای حضرت ابراهیم بوده و حضرت یعقوب که بر پسران خود میکرده. این حال ما شما کلانترین توفیره که داریم همیست اسلام ما شماست و اسلام تا کسی که از اسلام درک داشته باشه و فهمیده باشه هیچ وقت زیر تاثیر از این صحبت های منفی نمیره و همیشه ایمانش قوی میباشه و همیشه عواقب کار خدا به خداوند میسپاره، کار خدا میکنه، عبادت خدا میکنه، از خداوند میخواه. همین آیت الکرسی شریفه که ما شما به حساب میگن که شما وقتی که میخوانید مثل قلای بسته کردین. امروز ما شکایت ما با مراتب زیادتر است و در این شک نیست که ما در مو شرایط قرار نداریم. بساری خواهد گفت خود در این شرایط نیستی چی میگی؟ درست است، ما نمیگم آدم کل کارها رو بکنه، احتیاط خدا کنه تا جایی که امکان داره. کسی که سفر تانه سفر کرد، کس نگفت چرا سفر کردی. کسی که نمیدانه خود در خطر نندازه، باز در اجتماعات جمع نشن، در دان از اجتماع در دان از اجتماع. امیدوار هستیم که راه دیگه پیدا شود و قراری که طالبان وعده کردن خدا کنه که راست بگوین که شما میتونین آزاده سفر کنین و سفر کنین به هر جایی که میخواین برین. پس مهمترین چیزی که عاقبت ما شما عاقبت به خیری را، یعنی عاقبت به خیر میسازه و از ما شما خداوند بر ما در این درس میده، این سوال ایمان ماست. ایمان خدا باید ما شما در اشتر در دست ندهیم. این ایمان کلانترین توفه است که ما شما تمسک به قرآن تمسک میجوییم به قرآن و ایمان ما شما شاخص مسلمانی ما شماست و کسایی که خدا نخواسته ایمانشان ضعف، ایمان بهشان دست میده از خداوند مایوس میشن. درست است که ما شما ایمان ما بعض وقتا پایین و بالا میشه، این نرمال است، اما در مجموع ایمان داشته باشیم که خداوند در تمام امور از تمام چیزایی که واقع میشه در زندگی ما با کلش ناظر است، سمیع و علیم است و حکیم است و خدا سپرده خدا با خدا کنه انشاءالله تعالی شرایط دیگر رقم برش جلوه میده، قلبش آرام میشه. امروز کسایی با ایمان ما شما هم داریم که ایمانشان به بسیار بلند است در این شرایط هم، این بازم اشتباه نشه کسایی که میترسن از بی‌ایمانیشان نیست، اما ایمان آدم ضعیف میشه، ایمان ما شما کل ما ضعیف میشه وقتی که توکل با خدا، وقتی که درست عبادات خداوند قسمی که لازم است انجام ندیم خود به خود. از خود دعای ما می بود که ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی قلب ما را به طرف نبر که انحراف کنه ما، انحراف کنه قلب ما. و از این خاطر ایمان شرط اول است که ما ایمان خدا و حساب چک کنیم که چه قی ایمان ما با خداوند موجود است. آیا در نمازهای ما، در عبادات ما کدام نقص آمده؟ و این بر ما شما انشاءالله تعالی چی میکنه؟ درست است، ما به می تصویر تلویزیون دیگه است، پروگرام ما دوام میکنه و تکرار از این پروگرام دوام داره. چیز دومی که بسیار مهم است برادر و خواهر عزیز، تقواست که به حساب در خداوند بر ما شما میگه که کسایی که متقیستن، کسایی که تقوا دارن، یعنی ترس از خدا دارن، آگاه هستن، اما ایمان خدا به حساب چی میکنن؟ در محفظه نگاه میکنن، یعنی ایمان خدا حفاظت میکنن و ایمان خدا از دست نمیدن. امروز بسیار چیزایی که در ممالک اسلامی میشه از خاطر است که مردم توکل خدا، مردم اما ضعف ایمان است یا تقوای خدا از دست میدن که ما شما را میاین به حساب بیگانه ها تسخیر میکنن. امروز ما اگر خود ما دروازه ها را باز نسازیم، خود ما فهم درست از دین خود داشته باشیم، از کلچر اسلام یا از درسای پیغمبر صلی الله علیه و آله یا از تاریخ اسلام درسای داشته باشیم، هیچ وقت با آسانی ما شما تسلیم بیگانگان نمیشیم و هیچ وقت ما زود امید خدا قطع نمیکنیم. و از این خاطر وقتی که سیره میخوانیم ما شما جنگای پیغمبر صلی الله علیه و آله یا سیریه هایش که میبینیم بر ما شما چی میده؟ اکثر جنگاش حتی به جنگم منجر نشده و رفتن فقط صحبت شده یا صلح شده. بر ما درسای است، در این مقاومت استادگی را خداوند بر ما یاد میده که در مقابل ناروا، در مقابل ظلم استاد شده. نما فرق میکنه، این اصلا ایتو نیست که اگه امروز طالبا به حساب ظلم میکنن ما حتما بریم از راه جنگ با اینا به حساب برخورد کنیم. این نتیجه نداده و
دفعه پیشتر لاتری افغان ها برآمد که امریکا یک بانه گرفت که مفاد خودش باشه و آمد بر مفاد خود بمبار کرد، به حساب طالبان را از صحنه خارج ساختند. اما این لاتری همیشه نمیبره که مفاد دیگه ممالکی رقم باشه. مردم دنیا هم امروز مسئولیت هایشان فرق میکنه، ممالک هم روند خود را تغییر میتن. پس ما به این فکر نباشیم، ما باید به شرایط فعلی که هست رایش پیدا کنیم، مردم چی رقم به صلح دعوت کنیم و زیادتر قسم بازی کنیم که خون یک وطن با شما نریزه. ما اینجا خدا نخواسته گفتار ما، خدا نخواسته خود باعث نشه که یک وطن ما احساساتی شه از خاطر ما برم تفنگ بیره و خود را به کشتن بته. این ما نمیخوایم و کسای دیگه هم که در خارج است این صلاحیت و این چی را بر خود نتن، حق که مردم را تشویق کنن. اگر مردم خودشان دفاع میکنن، خدا کنن که به جنگ نرسه. دفاع کردن یک مفهوم داره که کس میره از حقوق خواهی میکنه و این حق ما شماست که در دین ما به حساب چی داشته باشیم. یعنی در دین یعنی امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم، از حقوق دفاع کنیم، مظلوم واقع نشیم و ظلم هم نکنیم. این حق است که به حساب خداوند به حساب از ما شما سوال میکنه، میفهمه که تو چرا مظلوم واقع شدی. اما باید چی باشیم؟ آگاه باشیم، باید با منطق و با عقل از عقل خود کار بگیریم. به حساب جان نگاه کردن فرض است، احساسات که احساسات ما بعض وقتها احساسات خود کنترل کرده نتونیم باعث تباهی میشه و نتیجه احساسات را دیدیم. اگر ما و شما در این شرایطی که مردم وارخطا شدن و کل زیر پای شد، روزهای دیگه که هنوز انفجار نشده بود، این معنی از ایست که ما وقتی که احساساتی میشیم وارخطا میشیم. وقتی وارخطا شدیم عقل ما درست در اون لحظه کار نمیتر، تصمیم های غلط میگیریم، حرکات غلط میکنیم، اموز که ما اشتباهات میکنیم که حتی با جان و با از دست دادن مال ما شما امثال ازی. و امروز هم ما میگیم مبارزه را باید با منطق، با عقل و راه های مسالمت آمیز مبارزه کنیم، از طریق صحبت ها، از طریق کانفرانس ها، از طریق اتاق مظاهرات ها میکنیم، از اینکه مرگ بر ازو، مرگ بر ازی چیزا کنه شده دیگه. این مرگ زاد، این احساسات خود بیان کردن است و حق دل خود کشیدن است. اما نه، کسایی که کلش کار میکنه امروز باید مسائل باز کنیم ما شما که چی راهی وجود داره که اگر ما بتانیم یکی دیگه خود بدون از اینکه از بین ببریم متقاعد بسازیم. یک برادر ما گپ بسیار خوب زد، گفت شما فکر میکنین کسایی که داخل افغانستان است و کسایی که از بیرون میان احساساتشان به مراحل مدهزر زیر کنترلشان زیادتر است، چرا در اونجا زیاد در این چیزها زیاد میشنون و میبینن و گوش میکنن، در مجالس اشتراک میکنن، مردم هایی را میبینن که با چی شکل صحبت میکنن، چی وقت قرار خود نگاه میکنن. کسایی که دوباره داخل وطن میشن فکرشان باز میباشه. یک مثال بسیار خوب دادی برادر ما، گفت یکی از اطراف ششته بودیم که در بین اعضای فامیل یا قوم یک کمک کشیدگی بود. گفت اینجا دو سه جوان از همین قوم به حساب به دیدار از آمده بودن، اینا در خارج بودن زندگی میکردن یا تحصیل و تعلیم. گفت وقتی که آمدن من نفهم چی کار کردن، دیگر روز این مجلس جور کردن، همین گروپ های ناراض و کسایی که با هم آشتی نکرده بودن یا آشتی دادن. گفت یا با حساب منطق و چشم خود، گفت من دیدم که یا چی رقم همین صحبت های زبان از یا برآمد که دلای از این قوم یا اقاربشان نرم شد و تانستند با هم آشتی کنن. امروز برادر عزیز، خواهر عزیز، بین که امی جنگ با این است که تن آدم با تفنگ جنگ کنه، جنگ لفظی، جنگ توسط خط، توسط ویدیو. امروز میبینیم که بسیار کسایی که خود به حساب آدم های مطرح جامعه میگیرن مثل ما و امثال ازی میشن پشت تلویزیون صحبت میکنن، زبانشون چی خطا میخوره، از زبانشون چیزایی میگه آدم چی میفهمه که اگری در فکر رو در ذهنش همی باشه خب بسیار غلط گپ است. همی رخم که مردم اتهام زدن، همی که مردم توهین کردن، تحقیق کردن، یا کلش باور کن کلانترین خیانت است که ما شما با مردم خود میکنیم. این شرایط است که کسای مثل ما و امثال ما که مردم امید بده، مردم به حساب انگیزه بده، مردم انگیزه بده به حساب گزینه بده، گفته که امروز استعلای را که استفاده می گزینه اول بده، گزینه دوم بده، فکر بده، چاره بده که مردم چی کنه که این وضعیت تغییر بخوره، به آینکای منفی را اگر بتانیم آستاست را پاک کنیم، مثبت ببینیمش. امیدوار هستیم این تغییری که در ما شما هست در گفتار ما، در کردار ما باعث شود که سر
پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یکی از دعای بسیار مقبولش همی بود که بزرگان روایت میکنن میگفت خداوندا امی صحبت و امی نیت را که ما دارم که به زبان ما جاری میشه به زبان دشمن ما پرتو در قلب دشمن پرتو که ما از زبان از اوی گفه بشنم از زبان از او بشنم. این دعای بسیار مقبول است. در حقیقت امو چیزی را که مطلوب است، چیزی که تو میخوایی خودت میگی و قناعت طرف مقابل حاصل نمیکنه، این چی بهتر است که طرف مقابلی را برات آفر کنه و در اوی خلاص باشه. پس ما شرایط امروز را تغییر داده نمیتانیم تا که ما یک جای نباشیم، تا که یکی دیگه خود قبول نکنیم با اختلاف نظریات که داریم. ببینید ما شما امروز افغانستان با یک چشم دیده نمیتونیم، از هر چشم میبینیم، از هر دوربین میبینیم. پس مشکل است، اما افغانستان یک افغانستان است، ضرورت افغانستان یک ضرورت. این ما توستیم که در اینجا دیگر رقم میبینیمش، اما در مجموع همو گیلاس را که ما نامش افغانستان بانیم و مردمش آب از او باشه، همو ها با کل یک جای ما شما میتونیم که بشناسیم و او ها با به حساب نویات مردم ماست، احساسات مردم ما شماست، ضروریات مردم ما شما شماست. و اگر کل ما این رقم فکر کنیم، همین چیزهای مثبت منفی را که امروز در فیسبوک و غیره صفحات اجتماعی میبینه، این را به حساب اوتومات جبه نگیریم، پدر از او را دو نزنیم، مادر از او را دو نزنیم. چی گناه کرده؟ یک کسی خودش اشتباه کرده، خطا کرده، تا خیانت کرده، با پدر و مادر از او چی گفت؟ با اولاد از او چی؟ امروز اینی خودش نشان میده که ما اصلا خود ما نواقص داریم، در زبان خود مشکل داریم، مرض زبان داریم، مرض قلب داریم، مرض چشم داریم، مرض گوش داریم. همین امراض است که سرشت اسلام صحبت میکنه و ما باید تزکیه قلب کنیم. همین کتاب امام غزالی نمی یک قسمت سر آفات زبان صحبت میکنه، آفات قلب صحبت میکنه. این همی است، کل ما شما به شکل امراض داریم. از این خاطر هیچ وقت در یک مجلس ما شما که میشنیم ازش نتیجه گرفته نمیتونیم، یک صحبت تلفنی ما آخر به نتیجه نمیرسه. کل ما احساسات ما سر عقل ما به مراتب زور میشه، چیزایی میگیم که پسان پشیمان میشیم از او. این کل چیزایی است در مجموع در ساختار ما شما وجود داره و این کسایی است که تحصیل کردن، اکثرش عطا رفتن، علم آموختن. کسایی بیچاره که تحصیل و تعلیم هم درست ندارن، سواد کافی از چی توقع داریم؟ مردم ما شما امروز آدم با مردم خود احساس دلسوزی وقتی کرده میتونه که ما میگه سرشک از چشمم پاک کردن چی حاصل؟ علاج کن تا از دلم خون نیاید. دل خون آدم نیست که تفنگ بگیری طرف مقابل بکشی که از دل از خون نباید. نه، عشقش پاکو برش امید بده، برش انگیزه بده، او را نیرو بده، بگو ما امرایت هستیم، صدای تیج و خاموش نمیشه تا جایی که ما توانایی داشتیم. کسایی که تجربه دارن از آمدن روس در افغانستان که سوپر پاور وقت بود، کس تصورش هم نمیکرد که خرس بزرگ که آمده بره جایی، اما مردمای بودن که این رقم مبارزه قلمی کردن، مبارزه صحبت کردن، رفتن در کنفرانس ها اشتراک کردن و مظاهرات آرام یا غیره و غیره را، یعنی صدای خود به گوش دنیا رساندن. و او هنوز شرایط اینترنت به این شکل نبود، شرایط صفحات اجتماعی نبود، تلویزیون ها به این اندازه نبود. اونمو تانست که به حساب افغانستان ملت شوه که حق خود از دهن شیر می باید گرفت و واقعا حق خود از دهن شیر گرفتن. چرا؟ برزی که کلگی امنوا بود، وقت دشمن مشترک ما شما یک دشمن بود و امروز که ما تکه و پرچستیم، برزی که یکی دشمن دیگه شدیم، یکی به نام قوم می جنگیم. او وقتی آثار کمتر ما شما می دیدیم، با وجود که اختلافات در طرز دید بود، اما در مجموع دشمن ما شما مشترک بود. دشمن مشترک امروز باید ما شما از نظر اسلامی که بسنجیم فتنه و فساد است. فتنه و فساد کار شیطان است. عمل شیطان امروز در نظر بسیاری کسا عملشان خوب جلوه میده، گفته قرآن است، اما بفهمیم که شیطان عدو مبین است برای ما شما، دشمن راشکار ما نتوست. و اینمی شیطان در اعمال ما شما چی میکنه؟ نفس ما را زیر کنترل میگیره و کار میکنیم که سبب پشیمان میشیم. و ما امروز جهاد ما شما اول با نفس باشه. از اون خود جهاد دو نوع است، جهادی که با گفتار پیغمبر صلی الله علیه و آله، جهاد اکبر است که جهاد اصغر. جهاد اصغر که گفتن همین جهاد است که مردم میره میگن کسایی که مملکت تا به حساب تجاوز کردن، تبنی جهاد که اعلان شده بود در زمان از یک مسلم کن کشوری بودی، از این فارغ از همون وقتایی که
کردن. او جهاد درست جهادی بود که اعلان شد، او جهاد، اما او جهاد هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهادی که دش قتل شهید بودن و غازی بودن باشه، او رو چی میگفت؟ جهاد اصغر میگفت، یعنی جهاد کوچک. اما میگفت حال وقت از ایست که جهاد اکبر ما شما پیش بگیریم. جهاد اکبر چیست؟ عبارت از امیست که با نفس خود جهاد کردن است. امروز من و تو مسئولیت داریم، زبان ما مسئولیت داره، گفتار ما مسئولیت داره، قلم ما مسئولیت داره و نشست ما، برخواست ما، هر چی که درباره مردم میگیم، درباره وطن خود مسئولیت داریم. ما باید چیز نگوییم که غیر مسئولانه باشه. امروز احساسات مردم غلط طور نتیم، امروز مردم مایوس و ناامید نسازیم. به نامهای مختلف، به نام مهاجر، به نام گرختگی، به نام ازی کسی را متضرر نسازیم. ما شما در چوکی قضاوت امروز نشینیم بدون اسناد صحبت کردن. این شایعاتی که درباره هر کس است، قصه هایی میشنوی که آدم قریب است به حساب دور از انسانیت شاخ بکشه. و ای از کجا میه؟ کلش یک نفر میشینه پلان میکنه، میگه می گپا بزن یک دروغه. ای آخر زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که پیش بینی کرده بود، یک کشی نمیست که امانت به حساب چی میمن؟ میگه کار به اهل کار، یعنی امانت به امور امانات به حساب به اهل کار دادن نمیشه. و امروز ما شما می کار او کار نمیکنه، کسی که نیست یک کار میکنه. امروز علمای ما کلی در و در خاک به سر میگردن، مردم های دیگه ششتن مردم ها به حساب برشان فتوا میتن یا میتن. و همچنان امروز ما شما مملکت ما شما کلش الحمدلله از ملا و مولایی پر شده. به هر چوکی ما یک کسی بسیار گپ خوب زد، معقول زد، گفت کل از یاره که جمع کنیم. گفت یکی از اونا به وزارت داخلی افغانستان و رفته بودن که سعی کنن که برش وظیفه داده بودن. گفت اگه ما کلمی علمای کرام که وظیفه داده ایم یاد میتیم جمع کنیم در یک وزارت داخلی جای نمیشه، یعنی ما قضو که زیاد نمیشن. پس افغانستان به نیروی کاری ضرورت داره و طالبا به هر شکل که باشه به این شکل خود دوام نمیکنن که چند وقت پیش آمدن، یا مجبور هستن انحطاف پذیر باشن، مجبور هستن دیگران را قبول کنن و مجبور هستن که دیگران را چانس بدن و بشنوانی که سختگیری های خود دارن. در این شکل نیست. امیدوار هستم که سرازیام تجدید نظر کنن. ما شما داخل چوکات همه چیز قبول داریم که از هدف و از چوکات معینی که ما شما داریم خارج نشه، اما دکته کردن دین و تامین دین بالای مردم، نماز خواندن بزور، حتی پوشاندن چادر بزور، ما میگم مردم رو تشویق کنیم، یاد بدیم، یاد ترین کنیم، اینا را بگویم، برشان آگاهی بدیم که چرا چادر میپوشیم، تقوا را برشان بیاموزیم. این کارهای علمای دین است. امروز یک عالم پرسان که در آخر صحبتم است، ما شاهد بودم، گفتن حجاب، گفت حجاب پوشیدنش فرض است، واجب است، گفتن باید کلی بپوشه، گفت چرا بعضی کسایی که نمیپوشن نظر چی است؟ گفت ما پیش از این که او حجاب و سر از این داخل بسن بگیم حجاب و بپوش، اما اول میخوایم اندیشیش اسلامی بسازم، اندیشیش تشویق کنم که قلبن اسلام دوست داشته باشه. ما شما امیجی از اسلام نشان بدیم، یک تصویر از اسلام نشان بدیم با عمل خود، با برخورد خود، که مردم بگیم من اینمی دین تعقیب میکنم. امروز روز دکتر سیدی بسیاری صحبت خوب مطرح کردن. ما شما اگر میبینید در شرق دور، در مالزیا، در اندونزیا، در فیلیپین، مسلمان ها به زور شمشیر و به زور اسب و به زور شتر که بسیاری میگن اونجا نرفته، اسلام به زور نرفته، به اخلاق و ادب کسایی که مسلمان بودن به تاجر ما شما رفته. امروز کسایی که میخواین مردم به اسلام تشویق کنن و یارا حجاب اسلامی مقبول بپوشانشان و چیزایی که لازم است، یا میشه به خلق خوش، به الفاظ نیک، به نصیحت و به وصیت و تمام همین موعظه را به حکمت گفتن. قرآن میگه شما که موعظه میکنین به حکمت بکنین. موعظه تو نمیشه شود سرت بپوش ایره تو کنی موعظه نیست، به حکمت. آدم شرایط دیده، زمان دیده، اول شکم مردم از سیر کو، اول بر مردم کار بده، اول تو همی امنیتی که میگی همی امنیت تامین کو، بعد از واس مردم بخوای مردم بر سر میتن. تو امروز شکم مردم گشنه، تو در چشم ازی در فکر ازیستی که باش. و آدم دیگه چه خوب صحبت کرد، یک کس پرسان کرد، گفت ما در کافی ششتی همینجا یک دختر بدون حجاب به، گفت چی نظرت است؟ بسیار مقبول جواب داد، گفت او به هر حالتی که من او خودش است، گفت این مستم که خودم باید نگاه کنم، این مستم که ما او رو با چی چشم میبینم، ما او رو به شکل یک فرد قابل احترام میبینم، او وظیفه خودش است.
گفت صد اخلاق ما رو تاثیر نمیکنه اگر ما اخلاق داشته باشم. امروز ضعف کلان ما شما ایست که دیگران را پت میکنیم برای اینکه سر خود ما شما اعتبار نداریم. کسی را کله گیره حجاب دیده نشه، درست است که یا کلش از خاطر که خود ما شما سر خود خام هستیم. امروز در یک مسجد به حساب که ما شما میبینیم زن و مرد نماز یک جای خوانده نمیتونه. امروز یک اجتماع زن و مرد یک جای دیده نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه مردا به حساب بالای خود اموچی را ندارن، اعتبار را ندارن و شاید زن هم نداشتن. در مجموعی خود ما شما هستیم که lower your gaze یا چشمای خود پایان پردیم یا حیا کنیم. این صحبت هایی بود که برای شما داشتم. انشاءالله تعالی خداوند قبول مقبول درگاه خود و چیز خوب گفته باشیم از جانب خدا و پیغمبرش و ارشادات نیک دین مبارک اسلام است و اگر چیزی گفته باشیم از نفس خود خداوند ما را عفو کنه. و امیدوار هستم که در این شب و روز سخت گذشته نیست. میگه جهان را دائما این رسم و این آیین نمیماند، اگر چند چنین مانده است بیش از این نمیماند. بیاید روزگار صافی و صلح و صفا، روزی به جان دشمنان دیگر این کین نمیماند. و این چیز است راستی است که شعر علامه اقبال است و مقبول است: جهان را دائما این رسم و این آیین نمانده و نمیمانه. ما تو مایوس نشیم از دربار خدا، از رحمت خداوند هیچ وقت ما شما مایوس نشیم و دعا کنیم بر ملت خود، دست خدا دراز کنیم برشان، چی کرده میتونیم، تلفن کرده میتونیم، دلشان خوش کنیم، امید بتیم. خوشبختیشان تنها خارج شدن از وطن نیست. ما شما خود فاکتورهای دیگه خوشبختی هم هست که در وطن است. یعنی تنها فرار از وطن علاج نیست. امروز ما شما به میلنا مهاجر در سرحدهای پاکستان و افغانستان و چی کنند، ایران دارن و چی کنند. خو کسایی که در غرب می یا اینجا خو یک حقوق دارن الحمدلله، کسایی که در اونجا های خوار برادر من تو نیست، آیا قابل ترحم نیستن؟ آیا اونا انسان نیستن؟ ما باید فوکس خدایی فوکسی را که امریکا کردی کار قصدن کرد که کل توجه به طرف میدان هوایی و امریکا شود که من بادار کلستم و من ناجی کلستم. این را بمیر تمثیل کرد در کل کلی کلگیشان که اگه ما نباشیم شما امانه. ما شما خداوند داریم، خدا خودش حاضر است، شاهد است، رزاق است، حلیم است، حکیم است، کل چیزا پیش خداوند است. و ما دعا کنیم که ما را خداوند دا زبان ما را زبان داشته باشه که مردم رو به اتحاد دعوت کنیم. گفتار ما اینقدر خداوند یک گفتار برای ما بده که در قلب دیگران کار کنه که بتونه قلبا رو نرم بسازه. دعای پیغمبر صلی الله علیه و آله بود. و از این خاطر زیادتر وقت ها نمیگیرم، یک ساعت صحبت کردم. دیگه تمام امور به دست خداوند است و خداوند از برگ درختی که از درخت میریزه از او آگاه و ارادش به یک شکل به او دخیل است. اما ما باید کار خود بکنیم، خداوند کار خود میکنه و چی بگی چی نگی خداوند کار خود انجام میده. و ما شما بایس مسلمان دلای خدا آزرده نسازیم. اشکای ما مگه میریزه خیر است از اما خود پریشان خود از شکر نبرایم که خداوند کلش به حساب که ما حساب میگیره. و ما در کرسی نیستیم که قضاوت کنیم، قضاوت های خود با اساس چیزهای بسازیم. ما کوشش کنیم اکثر قضاوت نکنیم، اگر میکنیم قضاوت اما جانبه با اسناد باشه با چیزهایی که میگم. و میرسیم داخل صحبت و میگیم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحمتک یا ارحم الراحمین. خداوند ما را در پناه عزت خود داشته باش، ملت ما را و تمام ملت مسلمان در جای که هست انشاءالله از این شرایط اساس، از این شرایط که واقعا شرایط دردآور است، از این غصه و غم نجاتشان بده. الهی عاقبت امورشان را به خیر راجع بساز. الهی کسایی که زمام امور مسلمان ها را در دست دارن اینا را به کارشان خیر داخل کن و اینا را برای هدایت کن که بتانن خیر مردم داشته باشه. و خودت به شک بهترین خیر دنده خودت هستی. و انشاءالله تعالی با این دعا شما را به خدا نکنیم. امی جان ازم کاری جهان تشکر.